با عرض سلام و تقدیم ارادت و تأسف از اینکه این برنامه ها به جای اینکه با حالت صلح و حب و دوستی و ملاحظات کامل انسانی انجام بشه، به علت وجود افرادی گمراه و شریر ما رو مجبور میکنند که مطالبی رو بر زبان بیاریم که بیش از همه با این ناتوانی جسمی مجبور بشویم که بعد از اجرای هر برنامه باز هم به بستر بیماری برویم، به علت اینکه این مقدار از این افراد بی ایمان پست فطرت و بی شرافت، کسانی که همونطور که در برنامه قبلی عرض کردم اگر که شما مسلمانان همت کنید و یک وکیل حقوقی در این کار که اجازه فعالیت حقوقی در ایالت کالیفرنیا داشته باشه ما استخدام بکنیم، من مشورت و سرپرستی اون وکیل رو به عهده میگیرم و وجهی هم برای این کار نمیخواهم و مطمئن باشید که کار رو به جایی خواهم رسانید که برای بقیه عمرشون هم آقای سیرت هم خانم عمر به زندان تشریف ببرند و دیگران هم که با اونها همکاری کردن همراه اونها همه اینها رو به زندان بفرستیم. کاری که اینها میکنن مبارزه با حقوق بشر و در واقع ترویج تجاوز جنسی به نوجوانان و افراد نابالغ است، یعنی که اینها ریپ و تجاوز جنسی به کودکان رو به نام دین ترویج میدن در دنیا و برای دستمزدی که از اربابان خودشون دریافت میکنند نه فقط ترویج میدهند که خشونت جنسی با کودکان آزاده است، که بلکه به کثیف‌ترین و شنیع‌ترین کاری که حیوان نانجیب هم انجام نمیدهد اینها دست آزیدند و میگویند که این تجاوز به کودک و کودک آزاری و تجاوز به جنس کودک و به جان کودک از جزء معجزات خدا و جزء مشخصات رحمان و رحیم است و خدا به مناسبت رحمتی که دارد محدودیت سنی برای دختران قائل نشده و مردها رو آزاد گذاشته که با اتکای به اعجاز خدا سنی برای دختر وجود نداشته باشد و بزرگ همه اینها گفته است که دختر دروزه هم می شود که به عقد کسی در بیاید. سکوت در مقابل این جنایات مشارکت در این جنایات محسوب میشه و شما اگر در این جنایات ها دخیل نیستید و اگر شما غیر مستقیم در ته دلتان آرزوی تجاوز به دختر 4 ساله رو ندارید و متنفر هستید از این تجربه و از این درگیری، از قالب های خودتون بیرون بیایید و جمعیتی تشکیل بدهید و از کسانی که حقوقدان هستند و اجازه فعالیت در کالیفرنیا دارند و مسلمان هستند و صدای منی میشنوند به اونها هم اخطار میکنم که شما برای چه ساکت نشستید؟ شما گناهتان بدتر از گناه سیرت و عمر است. شما هم نزد مردم مجازات خواهید شد هم نزد خدا. چرا در حال حاضر در کشوری که زندگی می کنید که علیه قوانین این کشور، علیه قوانین حقوق بشر و علیه قوانین انسانی و بالاتر از همه علیه قوانین قرآن کودک آزاری و تجاوز جنسی به کودک به نام قرآن و به نام اسلام در دنیا تجویز میشه و همین دولت ننگین آمریکا ساکت هست در مقابل اینها؟
چرا؟ برای اینکه حمایت این افراد از جایی میآید که نفت این کشور رو تأمین میکنند. اون وقت دین باید بهای این کار رو بپردازه. دهانم رو بیشتر از این باز نمی کنم. اگر من ببینم که باز هم اقدامی نمیشه، حتی به قیمت فدا کردن جان خودم در این راه اونقدر پیش میروم که این جنایت ها بعد از این به نام اسلام در دنیا انجام نشود و بقیه جنایت هایی که می کنند که در برنامه قسمتی از اون رو باز خواهیم کرد، مثل بریدن قسمتی از بدن دختران به نام قرآن، برای اینکه گفتند در کتاب فلان مورخ آمده است، در کتاب فلان حدیث آمده است که پیغمبر گفته است اگر زن از رابطه جنسی لذت ببرد فاحشه محسوب می شود و معصیت کرده و به جهنم می رود و تمام اعضای بدن زن که احساسات انسانی و زنانه رو رد و بدل می کنه و تعامل احساس می کنه، همه اون عضوه ها رو باید قطع کرد که زن به صورت یک وسیله کامل و دائم دفع شهوت بدون هیچ نوع عاطفه و احساسی باشه. و این رو پیغمبر گفته و آقای بخاری خبردار شده و در کتابش منعکس کرده و نمایندگان آقای بخاری هم در تلویزیون ها با پولی که البته اینها زحمت میکشن مثل ما دیگه، اینها هم روزی 14 ساعت 16 ساعت کار میکنن، همین آقای سیرت که پول تهیه میکنه برای تلویزیون از دولتی، جایی یه وقت فکر نکنید که پول میگیرند اینها برای بدبخت کردن اسلام. اینها از پول عرقی که میکنند و زحمتی که میکشند روزی 18 ساعت 14 ساعت کار میکنند، حمالی میکنند که پول جمع بکنند که به تلویزیون بدهند. یک وقت فکر نکنید عربستان به اینها پول میدهد. به اینها و بقیه اعضای حزب اینها که یکی یکی اونها رو به میدان محاکمه خواهیم کشید تا وقتی زنده هستیم، چه رشید باشن و چه ارشاد باشن و چه رشاد باشن و چه مرشد باشن و چه ترشی باشن و چه هر مزخرفی که میخواهند باشن، یک به یک شما رو رسوا خواهیم کرد، مگر اینکه پوزش بخواهید از خدا و از مردم و از قرآن و بگویید مردم ما اشتباه کردیم، مردم ما خیانت کردیم، مردم ما دروغ گفتیم، یا مردم ما احمق بودیم، ما رو ببخشید و تعطیل کنید این دکانهای فساد رو، و الا تک تک شما رو به محاکمه خواهم کشید، امروز نه فردا یا روز دیگر. شما به عنوان این جنایتی که انجام می دهید در دنیا، ما سر صدای این کار رو در مطبوعات آمریکایی هم برخواهیم خواست و شما رو با مطبوعات آمریکا و دنیا طرف خواهیم کرد که حتی همین دولت بی فرهنگ و بی اخلاقی که بر آمریکا حکومت میکنه برای حفظ خودش لااقل دم به شما رو بگیره و به زندان بیفکنه، که بقیه افرادی که مثل شما کار تنفروشی رو واسطگی میکنن در دنیا به نام قرآن، اونها هم به راه خودشون تعطیلی بدهند و برگردند. اگه آدم هم نمیشوند خفه بشوند لااقل و دست از سر این قرآن و اسلام بردارند و جلوی این همه تنفر جامعه بشر رو به این کتاب مقدس تعطیل کنند و بگیرند. شما باعث هستید که مردم دنیا با قرآن میجنگند، شما باعث هستید که داعش به وجود میآید، شما پرورش دهندگان داعش هستید. والله داعش به خشونت شما نیست، والله داعش به دروغ بودن شما نیست، به شقاوت شما نیست. ذره شرافت در وجود شما دیده نمیشه. همت داشته باشید. این همه به شما حرف میگویم یا به قول شما توهین میشنوید، شکایت کنید از من. اگه اینجا مملکت قانون نیست، من به شما میگویم که شما بیشرفترین انسان روی زمین هستید، بروید و من رو تعقیب بکنید.
این برنامه ها تمام نخواهد شد. تا وقتی من زنده هستم و تا وقتی شما زنده هستید، از چنگ قانون نجات نخواهید یافت. و اونقدر اینها گفته می شود تا همه گوش های سنگین این پیام رو بشنوند و همه وجدان های به خواب رفته تنبل خودخواه موقعیت طلب از خواب تنبلی و بیهوشی و بیوجدانی بیدار بشوند و مردم احساس وظیفه کنند که در سکوت اونها جنایت خفته است. کسانی که فرمان سیرتها و عمرها رو میشنوند، سیمین عمر، و در مقابل آن سکوت میکنند، یعنی سکوت علامت رضایت به جنایتی است که اینها میکنند. یعنی آری اسلام همین است که به دختر 4 ساله تجاوز کنند و پیغمبر اینها به دختر 4 ساله تجاوز کرده و خدا رسیده در اونجا و دیده عجب صحنه بدی است، بلافاصله معجزه کرده و اون دختر 4 ساله تبدیل به زن 20 ساله شده. خجالت نمی کشید؟ واقعا خجالت نمی کشید خانم سیمین عمر؟ خانم سیمین عمر واقعا خجالت نمی کشید شما؟ آقای سیرت شما خجالت نمی کشید که مردم رو تشویق می کنید که به دختران 4 ساله تجاوز کنند به نام قرآن؟ چه حیوانی هستید شما آخه؟ تا کی خیانت؟ از کجا تقویت می شید شما؟ آقای وزیر دادگستری، آقای کاندیدای رئیس جمهور افغانستان، اتاق فرمان آیه شماره 31 رو بالا ببرید. قول بگو این اگر کنتو شما تحبون دوست بدارید الله الله رو فتبعونی و تابعیت کنید از او یحببکم او هم شما رو مورد تحبیب قرار میده، مورد حب قرار میده و دوستدار شما خواهد بود الله الله و یغفر و غفران بر شما شامل خواهد کرد لکم بر شما ذنوبکم نسبت به گناهانی که مرتکب شده اید. اگر شما دوستدار خدا باشید و تابع خدا باشید، خدا نیز دوستدار شماست و مغفرت نصیب می کند و گناهان شما رو مورد مغفرت قرار می دهد. والله والله و خداست غفور غفور رحیم رحیم. بگو ای پیامبر، متشکرم مدعا فرمان، بگو ای پیامبر، چنانچه تو باشی یا چنانچه تو هستی دوستدار و محب الله و چنانچه از من تابعیت کنی و پیروی کنی، الله شما را دوست خواهد داشت و محب شما خواهد بود و الله غفران می آورد و استغفار شما را می پذیرد بر گناهانی که انجام داده اید و الله بسیار غفران کننده و دارای رحمت مدام و مستمر است. در این آیه خطاب آیه به پیامبر است. ضمیر خطاب در دل آیه نهادینه شده تا همه مخاطبین قرآن در همه زمانها مخاطب این خطاب باشند و این خطاب رو منتقل کنند. این قول که در اول آمده، یعنی فرمان قول در انحصار پیامبر نیست که فقط به پیامبر گفته شده باشه که پیامبر تو بگو. به پیامبر گفته شده است که
همه این آیه رو که به تو نازل شده بگو، که در این آیه بگو و یا قل عنوانی نیست که خارج از آیه به پیامبر ابلاغ شده باشه. یعنی وحی به دو قسمت نیست که به پیامبر گفته باشه که این وحی که الان نازل میشه بگو. بگو بخشی از وحی است و پیامبر نمیتوانسته و امانت او اجازه نمیداده و دلیلی هم برای این کار نداشته که بگوید خب این قول در اینجا زیادی آمده، مطلب که بدون قول هم گفته میشه، من بعد از این میگویم که ان کنتم تحبون پس اطاعت بکنید. خب اینو آیه رو میخوانم دیگه، قول چیه این اول؟ ولی قول بخشی از آیه است، بخشی از وحی، و فایده این قول این است که هم پیامبر وقتی میگوید ما اول قول رو میشنویم، یعنی بگو، یعنی وقتی ما این آیه رو میشنویم اولین دستوری که در این آیه آمده است این است که بگو، هم به خودت بگو که با گوشهات بشنوی، هم به دیگران بگو، هم وقتی به دیگران میگی دیگران بشنون، هم خودتو بشنوی. و در واقع آیاتی که درش تأکید قول وجود داره از کثرت مخاطب برخورداره و این عنوان تأکید در امر به معروف در بطن و متن آیه قرار داره و باید مرتب گفته بشه و باعث حرکت آیه بشه به مناسبت وجود امری که در آغاز آیه وجود داره. همونطور که عرض کردم ضمیر خطاب در دل آیه نهادینه شده تا همه مخاطبین قرآن در همه زمان ها مخاطب این خطاب باشند، یعنی فرمان قل در انحصار پیامبر نیست و مشمول مخاطب این آیه بر خاص و بر عام ادامه خواهد داشت تا روز قیامت. یعنی همه مخاطبین قرآن مسئول هستند که این فرمان رو برای دیگران نیز قرائت کنند و به همین ترتیب فرمان قل یعنی ادامه این فرمان و ادامه ابلاغ این فرمان توأم با ذکر متن آیه و متن فرمان قل در آغاز آیه همچنان تا قیامت ادامه پیدا کند. اساس نقش قل در قرآن نقش تکرار و نقش تأکید است، یعنی نه تنها ذکر آیه بلکه دستور قرائت آن توسط مخاطب نیز به دیگران امر شده و بخشی از وظایف امر به معروف رو تشکیل میده و به این لحاظ جزء لاینفک آیه قرآن محسوب میشه. اگر تو محب من هستی، خدا میگوید، این حب و این دوستی بین دو وجود در دو عالم مقید و در واقع مجرد به یک دوستی متداول و مصطلح دنیایی و خاکی نیست، بلکه در بعد متشابه قرآن اشاره به یک نوع مثال برای رسیدن به یک مفهوم و اثر مشترک آورده می شود. توجه کنید که دوستی اساساً چه مفهومی می دهد. یعنی وقتی که ما کلمه حب رو معنی می کنیم، یعنی چه حالتی در افراد دست می دهد؟ میگن خب، خب یعنی دوست داشتن، خیلی خوب، یعنی چه بکند حالا که دوست دارد؟ تعریف احساس حب در طول تاریخ هم برای عرب زبان هم برای غیر عرب زبان یکی از بزرگترین مشکلات بوده است که اینها چطور دیفاین میکنن یا چطور تعریف میکنن یا چطور تشریح میکنند مفهوم دوست داشتن رو. که وقتی ما میگوییم من تو رو دوست دارم، مفهوم این دوست داشتن یعنی چه؟ در طول تاریخ
برای اینکه بتوانند که این واژه رو بهتر معنی کنند و بیشتر در عمق حقیقت حیرت آور این واژه وارد بشوند، از یک عامل جانبی استفاده کردند که ذهن انسان با اون عامل جانبی بیشتر آشناست و اون لغت هم که اتفاقا عربی است، اون واژه رو که نزدیکترین تعریف رو نسبت به خوب در یک واژه دیگری بیان میکنه، در ترجمه ها و در ادبیات و در عرفان و در بسیاری از مسائل توجیهی درباره ارتباط با موضوع حب در قرآن بر اساس واژه عشق آوردند که در قرآن از این واژه استفاده نشده اصلا. ما از ریشه عشقه یا عشق در قرآن یک بار هم استفاده نشده، نزدیک به این واژه هم نمی شود قرآن. اما در عرفان بسیار از این واژه استفاده می کنند برای تشریح حب در قرآن و بسیار مؤثر هم هست، به استثناء یک تفاوت عمده و عظیم که عشق در زبان عربی به یک نیلوفر مرگاور و کشنده اطلاق میشه، یک نیلوفری که با همه ظرافت و زیبایی که داره دور ساقه هر درختی که میپیچه اونقدر سخت میپیچه، جسم باریک این یاس یا این عشقه یا این نیلوفر که دور ساقه درختی، درخت زخیم هم ممکنه باشه، چوب باشه اصلا، دور این میپیشه با تن خیلی ظریفی که داره و اونقدر فشار وارد میکنه و دایره رو تنگ میکنه که آونگهای آبی این ساقه درخت رو قطع میکنه و اون درخت میمیره و به این لحاظ به اون میگوین یاس کشنده یا عشقه. و این عشقه که در واقع یک نوع قاتل و یک نوع کشنده است، در قرآن در ارتباط با حب به کار نرفته ولی خارج از قرآن از این واژه استفاده شده. عاشق کسی است که احساس میکنه که بایستی که در یک جایی وجود او منحل بشه و او از خودش فنا بشه و تمام بشه و در قالب معشوق حیات مجدد پیدا بکنه. یعنی عاشق کسی است که معشوق رو در قوه در خودش میبینه و عاشق کسی است که در جدایی از معشوق خودش رو مرده میبینه، میت میبینه و در این مماتی که طی میکنه و میگوید نام حیات بر این گذاشته شده ولی این ممات است، میگوید در دل این ممات حیات وجود دارد و اون حیات است که من میخواهم از این مردن، زندگی خودش رو میگوید مردن، من میخواهم از این مرده و از این مردن خارج بشوم و به حیات برسم. و در چشم عاشق حیات، حیات معشوق است که در واقع میگوید من از این حیات میخوام پرواز کنم، از این هستی حیاتی میخوام پرواز کنم و در هستی معشوق فرود بیایم و در واقع از هستی عاشق هلاک بشوم و ممات حاصل بکنم و بمیرم و از مرگ من بقاء در وجود معشوق ایجاد بشود. یعنی در واقع در این مقام عاشقی، عاشق به دنبال فنای اون چه که خارج از معشوق است و اون چه که غیر معشوق است، یا به قول خودشون اون چه که ما سوا الله است، از خدا جداست و غیر خداست یا غیر معشوق است، از همه اونها میخواد جدا بشه و در واقع از وجود غیر خدا توهی بشه و فانی بشه و با خدا و وجود خدا پر بشه و از خود بمیره و در خدا متولد بشه.
از خود فنا بشه و در خدا به بقا برسه. مثال های زیادی هم زدن در این کار، مثال این که رودخانه وقتی به دریا میرسه، در واقع اتفاقی که میفته، آب دارای دو شخصیت در اینجا، شخصیت دریایی است و شخصیت رودخانه است. آب وقتی که به مصب رودخانه میرسه، به جایی میرسه که رودخانه در اون دلتای که تشکیل میده بین خودش و دریا، میخواد وارد دریا بشه و برای این کار بسیار هم کشته به جا میگذاره. همه اون ماسه هایی که تشکیل دلتا میده، اونها اجساد ماسه هایی هستند که در واقع در نبردی که انجام داده این رودخانه وارد دریا بشه، بالاخره وارد دریا میشه. در هر جهشی و هر جنبشی یک مقداری از این آب رودخانه وارد دریا میشه، ولی در این حال موج معکوس دریا هم میاد و در واقع دست رد بر سینه نامحرم میزنه و نمیگذاری که آب غریبه رودخانه وارد حرم دریا بشه. اما باز هم این اتفاق میفته که در اثر سماجت رودخانه وارد دریا میشه. اتفاقی که در اینجا میفته این است که رودخانه به فنای رودخانه میرسه و به بقای دریا میرسه، و اگر رودخانه از خودش فانی نشه، تا رودخانه تمام نشه دریا شروع نمیشه، تا فنا رو نپذیره بقا رو نمیپذیره. این حالت عاشق و معشوق در زبان قرآن به نام محب یعنی عاشق و محبوب یعنی معشوق همون عناوین رو داره، منهای اون تشبیهاتی که درباره نیلوفر کشنده تقدیم شد. و هدف عاشق، که همین هدف عاشق در عشق همون هدف محب میشه، یعنی در این مورد با هم یکی هستند، محب و عاشق یکی هست. عاشق میگوید که من از وجود خودم باید فانی بشوم و در خودم بمیرم تا در خودم زنده بشم، و این بار که در من زنده میشه، خدا در من زنده بشه یا معشوق در من زنده بشه. تمام تعاریف قرآنی رو هم به اون ترتیب تجزیه و تحلیل میکنند که اصلا علت آفرینش انسان این است که انسان از وجود اضافات انسانی خارج بشه و به بقای انسان و دوام خدا برسه، یعنی از خودش فانی و به خدا باقی بشه. و وصال در واقع از علائم عشق، یکی هم وصاله، یعنی حالا لزوماً یکی در دیگری هلاک نمیشه و در دیگری متولد بشه، قبل از اینکه به مرحله فنا و بقا برسه مرحله وصال باید مطرح بشه. یعنی این باید کاری بکنه که صلات او یا نماز او تبدیل بشود به صلات، صلات به معنای اتصال با خدا، به وصال خدا رسیدن، یعنی انقدر به خدا نزدیک بشه که وارد حرم خدا بشه. و این کار البته با مقاومت و با در واقع مقابله دائم همراهه و تلاش و جهد بسیار میخواد که انسان بتواند که کلید این حرم رو به دست بیاره و قابلیت اون کار رو پیدا بکنه که به وصال خدا برسه، یعنی خدا رو در عریان وجود خودش عریان ببینه، در ذهن عریان خودش عریان ببینه و حقیقت وجود خدا رو در حقیقت وجود خودش ببینه و فطرت او تبدیل به آینه‌ای بشه که خدا رو در اون آینه ببینه. عاشق شدن یعنی آینه شدن، یعنی اونقدر صیقلی بشه که هر وقتی که به خودش نگاه میکنه خدا رو ببینه، تا جایی که هر وقت به خدا نگاه میکنه خودش رو ببینه، و این فاصله کمتر و کمتر بشه تا به وصال برسه. وقتی که به وصال رسید، حافظ میگوید که وقتی که من رفتم این راه رو تا به وصال رسیدم، فکر کردم که خب همه کارها مال اینه که آدم به وصل خدا برسه دیگه. حالا به وصل خدا رسیدم و در حرم خدا وارد شدم و مصلی شدم و در مصلا به خدا وصل شدم و کار تمام شده، یعنی وصال رو پایان کار میدیدم. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر معشوق مقصود،
چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. اولش فکر می کردم با وصال کار تمام می شد، اما وقتی که وصال حاصل شد دیدم هیهات کار به حیرت و فنان تمام می شد و این مقدمه راه است. اینها تعاریف مختصری بود جست و گریخته و بی سر و ته، البته چاره دیگه ای نیست و مطلب خیلی به تفصیل خواهد کشید، که رابطه عاشق و معشوق را نشان میده. و شاید که در این دو بیت شعر مولانا، حضرت مولانا که در خور بالاتر از این هم هست، تعریف میکنه که اساس و پایه عشق اصلا یعنی چه، یعنی یک معنا و یک دفنیشن و یک مفهومی به این موضوع عطا میکنه. میگوید عشق بازیچه و شکایت نیست. عشق یکی حوصله‌اش سر میره، مشغولیات میخواد، سرش میخواد بیه کاری گرم بکنه، میگه بیا عاشق بازی در بیاریم. و بعدم کار درست نمیشه با این بازی ها، کار به شکایت و شکوه و گلوگذاری و اینها میرسه. بیشتر عشقا اینطوریه دیگه، آدم یک راهی رو میره، یک اظهاری رو میکنه، بعد پذیرفته نمیشه، بعد گلوگذاری و اینها شروع میشه. عشق بازیچه و شکایت نیست. اول میگه عشق چه چیزهایی نیست، شاید بعداً بگی که چه چیزهایی هست. عشق بازیچه و شکایت نیست. عشق افسانه و حکایت نیست. عشق چیزی نیست که کسی برای کسی تعریف بکنه. حال رو نمیتونه کسی برای کسی تعریف بکنه، بگه بیا برات تعریف بکنم که شیرینی معنیش چیه. شیرینی عبارت است از عسل، عسل عبارت است از یک مایه اینطوری، مایه اینطوری تشکیل شده از یک مایه اونطوری. ضمناً شما وقتی انگشتتون رو به عسل میزنید، در دهانتون میذارید، طعمی که به نظرتون میاد و اینجا میمونه دیگه. خب طعم چی بگم؟ هی باید بگم طعم شیرین، خیلی شیرین است، خیلی شیرین، طعمش شیرین است. یا متوسل به مثال هایی بشم، میگم مثل قنده، مثل شیره است، مثل شکره، مثل اینه، مثل اونه، آخرش هم اون نمیشه، چون در کار خدا تشبیه روا نیست، نمیشه کار خدا رو با تشبیه کرد. خودش هم میگه در سوره اخلاص، لم یلد و لم یولد و لم یکل له کفوا احد، هیچ چیز شبیه شباهت اون نیست، به هیچی مثال زده نمیشه. بنابراین نمیشد که با خدا رو با مثال و تمثیل شناخت. عشق بازیچه بود شکایت نیست. عشق افسانه بود حکایت نیست. که شما افسانه عشق رو بشنوید، از خدا بشنوید که کسی بود انقدر خدا رو دوست داشت که اینطوری بود اونطوری بود، باز هم شما نمیفهمید دوستی یعنی چی تا زمانی که خودتون عاشق بشید، خودتون محب به خدا بشید، اون وقت خودتون برای خودتون میفهمید که محب یعنی چی. و همه این حرفایی هم که ما میزنیم و شما میشنوید باطل میشه، چون ممکنه شما یک احساس دیگری پیدا بکنید که شبیه اون احساساتی که شنیدید نباشه. عشق افسانه و حکایت نیست. یک کسی راجع به اسطوره ها و افسانه های قدیم صحبت بکنه که فرخ لقا اینطوری بود، اون اونطوری بود، نمیدونم یوسف اونطوری بود، زلیخا اونطوری بود، اینا همه تعریفه. هیچ کدام اینها عشق رو معرفی نمیکنه. عشق بازیچه و شکایت نیست. عشق افسانه و حکایت نیست. هر که عاشق شناسد از معشوق، یعنی هر کی از در اومد ازش پرسیدن که آقا تو این اتاق دو نفر هستن، اینا رو معرفی کن.
گفت این عاشق این معشوقه، یعنی توانست که اینها را از هم تشخیص بده، یعنی اینها متفاوت بودن با هم دیگه. هر که عاشق شناسد از معشوق، قوت عشق او به غایت نیست. این که میشه تشخیص داد که این عاشق اون معشوقه، نشون میده که نه اون عاشق نه اون معشوقه، همش دروغه. چه وقت این رابطه به وجود میاد؟ که وقتی شما نگاه میکنید نه عاشق ببینید، نه عاشق ببینید، نه عشق، فقط معشوق ببینید. وارد این اتاق میشید، هر جا نگاه میکنید معشوق ببینید. بگن عاشق کجاست پس؟ بگن عاشق در وجود این معشوقه. عشق کجاست؟ عشق هم دید بیکار رفت، کاری نداشت اینجا. عشق یعنی نردبان، معشوق یعنی پشت بام، عاشق یعنی روی زمین. خب عاشق از این پله ها که داره بالا میره، یه کسی میگه عشق کجاست؟ میگن عشق نردبانه. عاشق کجاست؟ عاشق داره از نردبان میره بالا. معشوق کجاست؟ معشوق همون بالا روی خودش رو پنهان کرده روی پشت بام. میگه هنوز کار تمام نشده. وقتی که این معشوق در پشت بام اجازه داد که این عاشق از این نردبان بالا بره، نردبان عشق، و در پشت بام نازل بشه و در اونجا به خدا و معشوق وارد بشه، وقتی نردبانی باید بندازه، نردبان دیگه بهش دردی نمیخوره که، چون یعنی چه این نردبان اینجا نگه داشتی که از خدا جدا بشی بری پایین دو مرتبه مرتد بشی؟ لگت بزن بندازی نردبان اونور. عشق به عنوان یک واسطه تا زمانی توجیه وجودی داره که معشوق و عاشق از هم جدا باشن و واسطه رسیدن عاشق به معشوق این نردبان باشه. اما وقتی رسیدن، وجود این نردبان اضافی است، نردبان رو باید ساقط کرد. خود مولوی هم در یک غزل دیگری میگوید که عشق مثل یک کوزه آبه، معشوق مثل رودخانه است. این کوزه آب رو برای این نگه داشتی که در بیابان بی آب نشی بمیری که به رودخانه برسی. الان که دیگه به رودخانه رسیدی، این کوزه رو برای چه نگه داشتی؟ این آب درون این کوزه رو برای چی میخوای؟ بشکن این سبو رو و آب این کوزه رو به رودخانه بریز. این آب برای این بود که تو تشنه نبانی و تشنه نمیری تا به این رودخانه برسی. الان در رودخانه هستی، خودتو آب شدی، چه دنبال آب میگردی؟ منظور این که وقتی که از نردبان بالا میره و به معشوق میرسه، اون وقت در معشوق مستحیل میشه، منحل میشه و چیزی از عاشق به جا نمیمانه. هر چه به جا میماند معشوق است و همه عشاقی که قطره‌های رودخانه‌ای بودند که به دریای عشق وارد شدند و خود اینها دریا شدند، خود اینها معشوق شدند، اینهایی که عاشق بودند. اما عاشقی وجود نداره دیگه، هر چه هست معشوقه و هر کجا که هست مظهر معشوقه. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیر هو دیار. چشمت رو باز کن، چشم بکشا که جلوه دلدار، عکس دلدار در آینه وجود، به تجلی است، در حال تلالو و در حال تابشه، مثل پرتوب خورشید. از در و دیوار هر کجا رو که نگاه میکنی نور خدا رو میبینی، عکس خدا رو در آینه ساختمان خدا میبینی. این طور اگر به هستی نگاه بکنی، یعنی نگاهت نگاه عاشقانه باشه، اون وقت به این نتیجه میرسی که لیس فی الدار، نیست در خانه غیر از صاحب خانه. این خانه رو که ساخته، این خانه بی صاحب نیست که، یه صاحب خانه ای داره. لیس فی الدار غیر هو دیار، هیچ دیاری، هیچ غیری
غیر از صاحب این خانه در این خانه نیست و صاحب این خانه خداست. منظور این که وقتی عاشق به فنا میرسه، فنا نه به مردن و میت شدن و از دست رفتن، یعنی در واقع نوعی تحلیل میشه، نوعی انحلال وجود پیدا میشه، نوعی استحاله پیدا میشه که خود او تبدیل به معشوق میشه. ولی طریقی که تبدیل به معشوق میشه اینه که اول فنا میشه بعد بقا پیدا میکنه و در اون بقا تبدیل به معشوق میشه. اینی که شما وقتی مراجعه میکنید به یک جایی که عاشق کجاست معشوق کجاست، یعنی نه عاشق اینجا وجود داره نه عشقی در اینجا، نردبانی در اینجا وجود داره، یک معشوق وجود داره که اون معشوق هم در همه ذرات این خانه خودنمایی میکنه. رابطه حبیب و محب و رابطه دوستدار و دوست داشته شده یا رابطه عاشق و معشوق رابطه ای است که یک کسی در مقابل دیگری اونقدر شیدا و اونقدر مفتون و اونقدر علاقمند برای رسیدن است که در این حرکت و در این جنبش برای رسیدن به او به دنبال استحاله می گرده. و به قول مولوی این راه به این ترتیب شروع میشه که کسی که معرفت پیدا میکنه جهد پیدا میکنه و کسی که جهد پیدا میکنه به شوق میرسه و کسی که به شوق میرسه به ذوق میرسه و کسی که به ذوق میرسه به وصل میرسه و کسی که به وصل میرسه به در واقع حیرت میرسه و کسی که به حیرت میرسه به فنا میرسه و کسی که به فنا میرسه به بقا میرسه. حالا این تمام اینها رو کم و بیش در همین مایه ها به زبانهای مختلف دیگران هم گفتن و به وادیهای مختلف تقسیم کردن، ولی همه جا محب یعنی دوستدار کارش این هست و آرزوش این هست که از خودش تمام بشه و به معشوق شروع بشه، از خودش به پایان برسه و در معشوق آغاز بشه و در معشوق ابدیت پیدا بکنه. با این مقدمه کوتاه که امیدوار هستم که باعث کسالت خاطر شما نشده باشه، در این آیه میگوید که اگر تو محب به من هستی، اگر تو عاشق من هستی، این حب، این حب، این رابطه عاشقانه، این عاشق و معشوق بودن بین دو وجود در دو عالم متفاوته. شما یک وقتی عاشق یک کسی میشید مثل خودتون، عاشق زنتون میشید، عاشق بچه‌تون میشید، عاشق مادرتون میشید، دو تا عنصر خاکی روی یک کره زندگی میکنن، اینها همه با هم شبیهن، احساسات و عواطف شما هم با هم شبیه و شما در بسیاری از عواطف اشتراکاً سهیم هستید و شریک هستید و اینها رو با هم رد و بدل میکنید، تا جایی که مادر که معمولاً عاشقه و بچه که معمولاً معشوقه، مادر میخواد که فانی بشه، نه اینی که فانی در بچهش بشه، میخواد اصلا فانی بشه که این عمر این به بچه بخشیده بشه. یعنی یک عشق پاکی در مرحله همون عشق الهی داره نسبت به وابسته های خودش. معمولا مادرها اینطور هستن، پدرها اینطور نیستن و خب سابقه فرهنگی قدیمی هم دارن که مردها همیشه در حال سفر بودن و تولید مثل میکردن و بیشتر حالت حیوان داشتن تا حالت یک حیوان اهلی، بیشتر حیوان وحشی و عبوری گذرا داشتند. ولی زنها به علت طبیعت فیزیکی که حاملگی برای اونها ایجاد میکنه بیشتر استیشنری و ساکن بودن تا متحرک و بیشتر با اون بچه از زمان طفولیت و نطفه و اینها خو گرفته بودن. و این که عشق مادری واقعا یک چیزیست نزدیک به عشق الهی. حالا خدا میگوید که این دوستی من و تو، تو یک انسان خاکی هستی، درست از روح من داری،
ولی خب بالاخره یک انسان خاکی هستی. من خاکی نیستم، من خدایی هستم که تجلی من و اثر من در دنیای خاکه. ذات من خاکی نیست، ذات من هرچه هست که هیچ کس نمیداند که چیست، اما اثر من در دنیای خاکی است. و تنها زمانی که معلوم میشه ما با هم دوست هستیم، چون نه من پایین میام نه تو بالا میای، نه من ظاهر میشم نه تو غیب میشی. بنابراین این دوستی ما باید دارای یک شاخصی باشه، دارای شواخصی باشه، دارای یک علامتهایی باشه که تو بفهمی که با من دوستی یا نه. من که میفهمم خدا هستم که با تو دوست هستم یا نه، تو کی محمد میفهمی و محمدها؟ شما کی میفهمید که با من دوستید؟ نکند که این دوستی شما دوستی خواب و خیال باشد؟ نکند که شما مشغول دروغ گفتن به من هستید، مشغول افترا زدن به من هستید و خدایی نکرده فکر میکنید که با من دوست هستید؟ نکند که شما به نام من تجاوز به دختر 4 ساله رو مجاز کردید و نکند که فکر میکنید شما دوست من هستید؟ من دوست جنایتکارها نیستم، خجالت بکشید. من چه دوستی با شما دارم؟ چرا من رو تا این درجه پایین آوردید و جلوی مردم بدنام کردین که میگوین این جنایتکار بیماری روان، بیمار روانی رو ببین، این دوست خداست، ببین خدا چقدر بیمار روانیه که این بدبخت رو به دوستی قبول کرده. میگوید دوستی با من به مردم هم اعلام کنی، وحی خداست، این حدیث نیست، راز پنهانی بین محمد و خدا هم نیست، یک آیه قرآن است. میگوید زمانی که تو با من به محبت برمیخیزی و محب من میشوی و دوستدار من میشوی، این دوستدار، دوست داشتن اگر که در مخیله تو فقط وجود داشته باشد و جزء اوهام باشد، تو راه خطا داری میری، راه اشتباه داری میری، ممکنه طرفدار شیطان باشی. هر کاری که خدا میگه با من انجام میدی و من با تو انجام میدم، یک مهر تایید باید داشته باشه. مهرت کجاست که نشان بدهی به خدا و بنده خدا که این مهر خداست و به موجب این مهر خدا من محب خدا هستم؟ اون تعریف رو میگوید که باید با خودت بیاری تا اینکه دوستی ما اعلام بشود و خلق بدانند که دو دوست من هستی و بقیه خلق هم از تو یاد بگیرند که چگونه دوست من باشند. خیلی حرفه. هم تو دوست من بشوی، اشتباه نکنی محمد که وقت شیطان پرست باشی فکر کنی خدا پرست هستی، عاشق من هستی، عاشق شیطان. اگر عاشق من هستی یک علائمی داره، اون علائم رو باید رعایت بکنی، به دیگران هم بگویی که دوستی با خدا انحصاری نیست. باز در قالب عرفان به خدا هر جایی میگن، هر جایی یک لغتی است که در خارج از عرفان معنی خیلی خوبی نداره، یعنی به زنهایی که همه جا هستند به خدا میگویند هر جایی. خدا یعنی که وجودی که در همه جا هست، بنابراین هر جایی است. برای کار خیر همه جا هست، نه برای گناه. اون وقت میگوید تو اگر با من دوست هستی، به دیگران هم باید درس دوستی منو بدهی که دیگران هم با من دوست بشن. تو فقط پیامبر نشدی که خودت منو دوست داشته باشی، تو پیامبر شدی که دوست داشتن خدا رو به دیگران بیاموزی و شرط محبت و رابطه حب رو با خدا به دیگران یاد بدهی. ما دقایق کوتاهی به تنفس میپردازیم، باز میگردیم و این رمز و راز رو با شما باز میکنیم و در میان میگذاریم. با ما باشیم.